وطن عشق من، هموطن جان من. به نام خدا و با عرض سلام احترامات خدمت شما سروران عزیزم، انشالله که در هر گوشه و کنار این گیتی پناور حضور دارین، با جمع فامیل و بستگان نجیبتان دارای صحت عافیت بوده باشید، تنتان سالم باشه و قلبهایتان از عشق و امید سرشار. دوستان گلم، امروز خلاف ویدیوهای قبلی و در این ویدیو میاییم و منظومه از رازق فانی را با هم مرور میکنیم. شاید در نخست خیلی دوست نداشته باشه این منظومه را، ولی در ادامه قطعا مورد پسندتان واقع میشه. اتفاقی به خود مفتی در نخست وقتی که این منظومه را شروع کردم خیلی مورد پسندم نبود، ولی در ادامه به نحوی وابسته این منظومه شدم. دوستان عزیز، شما را دعوت میکنم که تا پایان ویدیو با ما همراه باشی، قطعا راضی خواهید بود. عنوان از این منظومه است گذرگاه شقایق، و رازق فانی در این منظومه میگه که چه خجالت زده صبحی، چه دروغین شفقی. آسمان دامن خونین دارد، کس نداند که در آن آبی دور، در پس پرده ابر بر سر نور فروشان چه بلا آمده است. کس به مهتاب تجاوز کرده، یا که خورشید به انبوه شهیدان پیوست. چه غم اندود فضای، چه مخنث فصلی است. نه به منقار پرسوز بهاران خبری، نه ز باران اثر ابرها، لکه بدنامی این فصل فلاکت بارند، مشکشان آب ندارد که به لب خشکی این جنگل آتش زده پاسخ گویند. تکسواری ز دل دشت فرا می آید، باش تا پرسم از او که به خورشی چه آسیب رسید، بامداد از چه نیامد، صبح دای مرد بخیر، از کجا می آیی، خبر از روز نداری؟ روز را پرسیدی، چقدر بی خبری. سالها شد که در این شهر شب است، تو کجا خواب بودی؟ حمله راه زنان یادت نیست، که به هم دستی چند تا نامرد هر کجا روزنه را دیدند، که از آن نور تصور می رفت همه را بربستند، و به هر خانه که قندیل فروزانی بود همه را بشکستند، و از آن روز به بعد شهر در ظلمت جاوید نشست. بال خورشید شکست و دیگر روز نیامد. خیلی خفاش، همان لحظه که در شهر هجوم آوردند، جغدها را سر منبر بردند، حکم اعدام قناری ها را همه فتوا دادند، و به شب نامه نوشتند که جاوید بمان. ما هوادار تویم، و از آن لحظه به بعد هر کجا جرقه نوری به نظر می آمد، شب پرستان بلگت کوبیدند، از شفافیت باران بدشان می آمد، زهر در آب زدند، و چه معصومانه ماهیان در حرم حوضچه ها پوسیدند. گر از این دشت سفر می کردی به چپ و راست مپیچ، که وقیحانه سرت می تازند، هر قدم دزدانند، رو برو گر بروی کوره راهی است که تا خانه خورشید تو را خواهد برد. سر راه از گذرگاه شقایق گذری کن، عرض تعظیم مرا خدمت شمشاد ببر، به بتونی برسان پیغامم، بید مجنون شده را از من گوی، که از آن وادی خاک سر و خون تا شما دور شدید، هیچ کس نام بهاران نبرد. باد از کوره بارود فرا می خیزد، به لبش آتش و دود از راستی باش، که پیغام بزرگی دارم. تا هنوز از دل خاک ریشه گلبته ها گم نشده، با وقتی که در آتش می سوخت، نونه حالی چه دلاور می گفت، سوختن مرحله دیگری از رویش ماست. باید از سر روید. رازق فانی این منظومه را در بهار 1373 سروده بود، و امروز من می خوانمش و دوستش دارم، و قطعا می دانم که مورد پسند شما هم بود. به افتخار رازق فانی بر این ویدیو لایک بکوبه، و نقد نظر انتقاد و پیشنهادی هم که داری در بخش نظریات بنویسی، و چه نظر داری که گاه و گشته با شهد شیر پارسی کام دل ما را شیرین کنیم، در کنار از این که مباحث معلوماتی و یا اجتماعی هم داشته می باشیم، و گاه و گشته با شهد پارسی کام دل ما را هم شیرین کنیم. اگر موافق هستی که حداقل هفته یک ویدیو یا یک هفته در میان، و یا هفته دو ویدیو نظرتان هم با ما بنویسی، که
بعض منظومه ها را هم اگر شما موافق بودیم از روزنه این دریچه با شما دوستان عزیز تقدیم کنیم و بعد دکلمه و بخوانش بگیریم. تا ویدیوی دیگر شما را به الله پاک می سپارم. وقتتان خوش. الله نگهدار. بدرود.